خانم اسدی، مشاهدات شما چی میگه؟ شما یک زن فمینیست ایرانی هستید، البته از نظر فرهنگی، زبانی، قومی عرب هم هستید. به این ترتیب ممکنه در خیلی از این مقولاتی که غالبا به ذهن میرسه وقتی راجع به ایرانی‌ها صحبت میکنیم نگنجید، اما در این حال خیلی ها میگن که از جمله آقای سرکویی میگن که این چیزی که خلقیات ایرانی نامیده میشه مرز قومی نمیشناسه، مرز زبانی نمیشناسه، در میان ایرانی ها در مجموع دیده میشه، بدون اینکه بگیم این شخص خاص یا اون شخص خاص ضرورتاً چنینه. تجربیات شما چی میگه؟ ببینید، من همونطور که شما گفتین، من یه زن عرب هستم. با نگاه خودم به و با تجارب خودم به این قضیه نگاه میکنم. چیزی که من میبینم اینه که تشابهاتی اگر هست بین مجموعه ملل ایرانی که در ایران زندگی میکنن، اینا نتیجه یه حکومت مرکزیه که 90 ساله که تقریبا روی این ملت‌ها داره حکومت میکنه و یه سیستم واحد آموزشی فرهنگی رو تحمیل کرده به تمام این گروه‌های مختلف فرهنگی، زبانی، قومی و حتی دینی، و این شده که بله، ممکنه یه تشابهاتی در سر این سیستم فرهنگی باشه، ولی من فکر میکنم که تفاوت‌ها خیلی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه حتی میشه گفت مثلا ترکای آذربایجان ایران، آذربایجان جنوبی، خیلی بیشتر شباهت‌هاشون به ترکای آذربایجان شمالی تا مثلا بگیم اصفهانی یا تهرانی، یا مثلا عرب‌های اهواز خیلی شباهت‌هاشون به عرب‌های منطقه خلیج یا عراق خیلی بیشتره تا شباهت‌هاشون به مردمی که در مرکز ایران زندگی میکنن. این ترتیب شما با اون چه که خلقیات ایرانی ها نامیده میشه موافق نیستید، ولی واقعا بین جمعیت، همونجوری که ایشون گفتن، نه فرد فرد خاص، جمعیت عرب خوزستان با بقیه ایرانی ها شما مشابهت هایی نمیبینید؟ من گفتم اگر تشابهاتی هست، کاملا تشابهات روبناییه. من فکر میکنم که تفاوت ها زیربناییه، یعنی تفاوت هایی هستن که در طی صدها سال شکل گرفتن، ولی تشابهاتی که میبینیم در طی 80-90 سال اخیر شکل گرفته، در نتیجه این حکومت مرکزی که توی 80-90 سال اخیر بوده، در نتیجه این سیستم آموزشی واحد که یک فرهنگ و یک زبان رو ترویج میکنه، بقیه فرهنگ و زبان رو تحقیر میشن. این ترویج اینه که انسان ها ذاتاً با هم برابر نیستن، این نتیجهش نجات پرستی میشه. البته در لفظ ما ایرانی ها نوعی برابری کاملا سراسری نهفته است، یعنی برابری با سرکوب تفاوت ها از اینه. ما میخوایم همه با هم برابر باشن به صورت آسیمیلاسیون، نه اینتگریشن، نه اینکه همه با هم برابر باشن با حقوق برابر، با تصمیم.